سلام، دوباره آمدیم و امروز سر متن زندگی بحث روانشناسی داریم. پیرامون انسان‌های درو که تا هنوز بعضی ها چهره دروی یک دیداده نتانستن خوبتر و بهتر تشخیص بکنن. مهمان ما هم در این بخش استاد شرف الدین عظیمی هستن، استاد روانشناس. سلام به شما استاد، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام مریم، بر خودت سلام، به ایمل جان سلام، به همکارایی که وسیله شما را با صدای ما را و آنچه که ما لازم میبینیم به زندگیشان به درد بخوره اونا رو به اونا انتقال میدن. بله. و سلام به دوستایی که تلویزیون میبینن. استاد، امروز عنوان را که انتخاب کردیم شاید هر کدام ما و شما یا کسایی که میال برنامه را میبینن حداقل یک دفعه را تجربه کرده باشن. ما امروز میخواییم بشناسیم ای آدم ها را که آدم های درویه کدام رفتارهای فیزیکی را دارن تا ما بتونیم که در روابط اجتماعی و روابط دوستانه ای که با آدم های اطراف ما داریم بتونیم همو رفتارها را بشناسیم و همو ویژگی ها را بشناسیم که بتونیم که در قدم های نخست بفهمیم که بله ها اینی آدم درویه است و زیاد روابط و رفتارهای دوستانه خود پیش نزدیکتر و پیشتر نسازیم. همراهی بود. شکر مریم، ایمال یک نکتر یاداش شد در آغاز که چطور بشناسیم بش و در تفسیری خود دو سوال خود هم مثلا مطرح بود. اول خو یک نکتر برات یاداش شد که کسی که شما گفتین که شاید در زندگیش یک بار تجربه کرده باشه او خوشبخت است. واقعا او را باید پیشانیش بوسید و او واقعا خوشبخت است که در زندگیش یک بار درویی را دیده. او واقعا خوشبخت است. یک دوی که یک تحقیق شد ایمل جان در کالیفرنیا، یا البته تحقیق سالای پیش است، ولی نشان داد که 53% میشه شناخت انسان دروره ولی در اکثریت موارد نمیشه شناخت. یعنی اموتور 50-50 روان است، یعنی واقعا میزنه در جان مردم، یعنی واقعا پیشرفت کرده، واقعا در رشد است و واقعا اصلا بوی نبری، بخصوص که یکم دل خودت هم پاک باشه، دل خودت که زیاد پاک باشه و اینطور کار خدا میکنه که دلت باشه. یعنی سخت است این شناختی آدم ها، تشخیص آدم ها بسیار سخت است. یعنی هر کدام تان باید حداقل یک روانشناس به یک فیصدی باشین که تا بشینین و او را اتومات به اصلاح چی کنین تشخیص بدین. استاد، ما امروز اون چیزایی را بگوین که بر هر کس بتونه. بعضی موارد است که زیاد علمی نیست مریم. میگن که معمولا وقتی مردها دروی میکنه زیاد مثلا یک طرف و دیگه طرف خود میبینه، وقتی زنها زیاد دروی روی میکنه بروی خود دست خود میبره، معمولا گپایشان فرق میکنه، چند لحظه بعد فرق میکنه، تا یعنی شما میتونین بعد از ده جملیش حداقل یک سه نکته را یک مکس کنین که ولی یادم خود می سه جمله که یادوار شد یا سه ده جمله که یادوار شد یک سه تاش خب من زیاد باور ندارم سرش. معمولا در همو هنگامی که برای ضرورت داره، برای نیاز داره، دوستش هستی، رفیقش هستی، مثلا دکتر است نیاز داره برای تعیین به اصطلاح سالگری نواسط تجلیل میکنه، شاگرد است، استادش هستی، یعنی حتی به این متوجه است که دین رو چی رقم جراب پوشیده بودی و این رو امروز چی رقم جراب پوشیده بودی، تا روز که داماد است دوستای امی عروس هم میبوسه، دوستای کاکای عروس هم میبوسه، اما وقتی که عروسی شد و اینا باز حتی به محفل بسیار کلانشان هم نمیره. اینا واضح است که دوریست، یعنی یک چند روز پیش یک رقم بودی، باز که نیازت پوره شد، ضرورتت پوره شد، دیگه رقم شدی. خب ما هم نمیگم که دائم باید و آدم بیای و سالگری نواسی دکتر خود تجلیل کنه یا دائم باید بیای در پانتون و دستای و ساده خود ببوسه، اما حداقل در مو هنگامی که نیاز هم داره، در همون هنگامی که مریض هم هسته زود چی نکنه، زیاد مالش نکنه. بله، ما در اول صبح امروی مریم جان صحبت کردم، گفتم که تا زمان یک کس بر ما کار میکنه او بادار ما هست، او رئیس ما هست، تا زمانی که از بغلش چیزی بتانیم کنده فقط کل فکر ما او شما به طرف امو رئیس ماست، به طرف امو دفتر ماست. وقتی که از اونجا بر آمدیم رئیس بر ما خیلی یک آدم بد میشه، دفتر بسیار یک جای بد میشه. بیم از اینا اگر بگذاریم به جان امروزی که ما هستیم و زندگی میکنیم، یک چیزی سوالی که دیروز به ذهنم خلق شد یادداشت کردم ای بود که اگر همین دوری ها وجود نمی داشت آیا جهان میتونست که جای بهتر باشه؟ واقعا زندگی قشنگترین جای می بود.
اصلا ما ذات در فکر بهشت هم نمی بودیم در اون صورت. در این دنیا بهشت می داشتیم، آرامش می داشتیم، لذت می داشتیم و راحت می بودیم. حداقل می تونستیم به کس تکیه کنیم. یک دومی که وقتی که شما تبصره میکنید، من یک خاطره یکی از هنرمندای افغان یادم آمد، همی آمنه یوسفی و هارون یوسفی را اکثریت ما شما میشناسید. اینا قصه میکردن در یک رادیو، خاطره خود شریک میکردن. هارون یوسفی میگه که من رفتم به یک جای رئیس بودم و اونجا یک شعر خود گفتم که این شعر همی که سرودم کلگی چک چک کرد و گفت که رئیس بسیار شعر مقبول بود و اینجا اتر بود و اینجا اتر بود و بسیار قشنگ توضیح داد و تشریح کرد. گفتی که خلاص شد؟ گفت ما گفتم که ماشاءالله والا این شاعر شدم و شعرایم خوب شده. گفت خانه رفتم، در خانه گفتم ما خانم خدا خواست ما امینه یوسف که بیا شعر برد بگویم. گفت وقت شعر خون گفت برام چی گفتی تو چی هست؟ گفت او زن در تلویزیون در ریاست و ماموریت و در بانک اینا یک کار میکردم. یک قد تشویق شدم. گفت نه کلت کارمندایت بود. ما خزن تازه. ما خود میفهم که شعر درست بود یا خراب بود. اینی را میگه خود خود بودن. این واقعا انسانای بخصوص در امروز در غرب این مسئله بسیار جدی شده. که چقدر انسان میتونه خود خودش باشه. و چقدر ممثل نیست، تمثیل نمیکنه. یک موضوع دیگه هم است که آدما چرا به این مرحله میرسن که باید درویه باشن. یک جای خواندم که آدمایی که دو قطبی هستن یا آدمایی که در یک رابطه بسیار صمیمی و نزدیک وجود دارن، وقتی یک نفر سوم داخل میشه حس حسادتشان بسیار زیاد میشه و از او خاطر میخواین که همین شخصیت دوم خودشان بروز بتن. چرا آدم مریم او افراد و اشخاصی که درویی میکنه شخصیتش ناسالم است؟ سری میخوایم برتان بگویم، یعنی وقتی که بس سر روانشناسی میه و بس بود شخصیتیش میه، او آدم چند مسئله داره و این مسئله شو رو وادار میکنه که او درویی کنه. اولین مسئله ایش است که اعتماد به نفسش پایین است، یعنی حس حقارت داره، عقده داره. گفتی روانشناسی کلاسیک عقده ایست، عقده حقارت داره و به اصطلاح درویی میکنه تا جایگاه خود حفظ کنه. یک دوم شخصیت نمایشی داره. اکثریت کسایی که اختلال شخصیت نمایشی داره اونا درویی میکنه. نارسیست ها یا خودشیفته ها هم معمولا درویی میکنه. خودشان یک چیز است، نمایششان دیگه چیز است. کسایی که تعرض داره، دودله است در از نظر روانی، اونا هم نمایش میده و خود به چی میاره. و او بردلاین که شما گفتین دو خود بیا و اینا هم البته تحقیقات تازه میگه و کم روانش حسابی بار است که خب بعض اختلالات هم مثلا استراب هم سبب میشه ما دروی کنیم، افسردگی هم سبب میشه ما دروی کنیم، ما امثال هم موارد. ولی در کل هر قدر که جایگاه ما، شخصیت ما و مو مقام و منزلت ما در یک جای زیر سوال قرار میگیره، همسر ما را کسی از پیش ما میرو باید، ما رئیس ما را یک کارمند دیگه ما به اصطلاح گپ میده و او حیثیت که قبلا ما پیش رئیس مدیر خود داشتیم دیگه نیست. این اینجاست که ما دروی میکنیم، ما نمایش میکنیم. و البته یادآور شوم که با چاپلوسی مثلا خیلی فرق داره. بله چاپلوسی باز او تفاوت های ویژگی خاصی از میخوایم یک روز سر اینجام بس یک روز ان شاء الله سر از او هم صحبت میکنیم. جناب عظیمی، آیا به نظر خودت یک تعداد کسا ایرا مطرح کرده بودن که همین درویی جزء از خواص آدمی هست، به نظر خودت هست یا خیر؟ خب شخصیت سالم نداری خصوصا. بسیار اندک، بسیار ضعیف در انسانهای سالم دیده میشه. یعنی یک ویژگی است که ما کسبش میکنیم. یعنی ما با ما هست مریم، جزء ما هست، جزء انسان است، جزءش به اصطلاح دمی پکیجی که بین اون انسان است دی است، اما نه ده انسان سالم. یعنی اگر ما بخوایم درست تربیه کنیم، اگر ما بخوایم عدالت باشه در جامعه، اگر ما بخوایم سالم تربیه شیم، مستقل تربیه شیم، نه وابسته، این گونه افراد میتونه هیچ راحت دوری نکنه، راحت بره پیش هیچ. یعنی لازم نیست که ما بگویم که مجبور نیستیم که ما توجیه کنیم که خب استاد دیگه جزء شخصیت است دیگه، چی دیگه ما زده بریم؟ یعنی باز برمیگردیم به طفولیت یک آدم و تربیه یک خانه. مادر دروی دختر دروی میکنه، پدر دروی بچه را دروی میکنه، استاد دروی شاگرد دروی میکنه، رئیس درو میتونه کارمندای خود درو کنه. یعنی هر جای کودکستان میتونه کودکار درو به بار بیاره. یعنی خوب است ما در کودکی به خصوص دمی افسالی که فروید بیشتر پافشاری داره، در این هنگام و در این فرصت شخصیت های کودکان خود طوری تربیه کنیم که مستقل، آزاد و خودباور باشه، خود خودشان باشه. یعنی چیزی که خودش هست و نمور به نمایش بگذاره، نه ای که به شرایط، به اساس شرایط و اینا تمثیل کرده بره. یعنی خیلی اوقات ما میبینیم در صفحات فیسبوکی اینا میبینیم که مردم زیاد میگه که تعصب بد است، ما نباید زبان پرستی کنیم، اینا کنیم. میبینی اونا ما درجه یک متعصب هستن،
ولی چی میکنه؟ نمایش میتم و فریب میتم مردم را که یعنی ما متعصب نیستیم، اما ببینی اصلا خودش متعصبه. اصلا این بس تعصبم که در آمندازه بس خیلی اوقات فیسبوک ها تلویزیون ها اینا که ما باید متحد باشیم اینا باشیم، این چطور یعنی این آدم چطور کل گپش کل ذهنش سری مثلا مصروف است؟ این یک نوی دروی است. ما میخوایم یک کمک آشروی بکنم، بیایم سر ریا صحبت بکنیم. ریاکاری ما شک نداریم که هیچ کس انسانای ریاکار دوست نداره، اما زمانی که یک کس ما را درو خطاب میکنه از این افراد بیشتر بد ما میاد. چرا؟ ایمال میفهمی اول خو این بحث روانشناسی و دین است بل. که دین به نام ریا و ما به نام درویه شخصیت درویه میشناسی میشه. این تقریبا بیش از 20 حدیث در این مورد آمده. خود قرآن یک نوع شخصیت را منافق میگه. منافق یعنی درو، یعنی ما واقعا این مسئله جدیست. مهم است که ما ریاکاری نکنیم، درو نباشیم. به شدیدترین الفاظ در دین ما هم مردود شده و خوب است ما راحت باشیم، سالم باشیم و این را بپذیریم که ما اگر خود ما باشیم بیشتر موفق، بیشتر سالم، بیشتر آرام و بیشتر خوش خواهد بودیم، بیشتر با اعتماد به نفس خواهد بودیم و فرصت های موفقیت ما و فرصت های کامیابی ما بیشتر میشه. استاد یک موضوع دیگه هست که ما میتونیم اینمی ویژگی را در خود ما کنترل کنیم. 100%. چطور؟ یعنی وقتی ما اعتماد به نفس خود بالا بردیم، وقتی ما فهمیدیم که عیب است، وقتی ما فهمیدیم که غش است، غل است، اشتباه است، دروغ است، درست نیست، ما میتونیم راحت به فکرش بیفتیم. خیلی از آدما به خاطر حفظ روابط خود در یک فضا و در یک مکانی که هستن به نحو شاید غیر مستقیم اینمی شخصیت بروز از خود میتن که درویه باشن. در فضا و مکانهای متفاوت ایره چطور بتونن خودشان شاید میفهمن چطور بتونن این را کنترل کنن؟ اونا را باید بپذیره مریم که روابطشان اون موظفگکشان اون ماش کوچکشان به مراتب خورتر و ریزتر و کوچکتر از خودشان، حیثیتشان، آبرویشان و منزلتشان است. به عنوان یک انسان به نام عظیمی و مریم و ایمل این خیلی مهم است. از ما در یک جای ماش خود از دست بدم، ما خیلی از این که مهم هستم که یک جای $200 $300 ارجحیت بدم یا رابطه خود با یک ریس خود رابطه. من به خیلی از ریس هم به خاطر رابطم خراب است. به خیلی از کسا من شخصا چند جای کار میکنم با ریس ها رابطه خوب نیست. آیا به نظرتان انسان های درو که درویی میکنن پیش ما یک رنگ هستن، پیش خودت رنگ دیگه هستن، آیا این وظیفه را که اشغال میکنن، کاری را که اشغال میکنن، آیا پایدار است یا نه؟ پایدار نیست. نه تنها که پایدار نیست، نه تنها که دامدار نیست، بلکه چند نکته ما باید رعایت کنیم مریم و ایمل. اولی که آرام راحت بپذیریم. خب سیز که این آدم دروی است. درست نه، مثلا که طرف جنجال نکنیم که بد میکنی، اشتباه میکنی، دروی میکنی. یک دوم یکم ده طنز بگیریمش، یک مسخره کنیم به اصطلاح رشندی، به خنده تیرش کنیم. در قدم سوم اصلا متوجهش نشیم که چی گفت چی کرد و در قدم چهارم بشانمش که عزیزم دیگه ببین کارت اشتباه است، یعنی اینجا یک روی نشان دادی، اینجا شیر شد، اینجا خط، چی میخوای تو بکنی؟ اینجا هم روبا آسا شرف یک دقیقه داریم بین از یک رنگی صحبت بکنیم که چطور میتونیم یک رنگ باشیم. 40 ثانیه هم وقت داریم. ما وقتی میتونیم یک رنگ باشیم که واقعا در مورد خود مطالعه کنیم، یعنی هر انسانی که به خود باوری رسید، به خود اتکایی رسید، به خود استادگی، به پای خود استاد شد، بیشتر حداقل در مورد شخصیتش از یک تا دوزه کتاب مطالعه کرد، ما باور دارم به خود به تک فردی بودنش می نازه، افتخار خواهد کرد که چی ویژگی داره، چی استعداد داره و چی کمال و جوهری را داره. خیلی سپاسگزار هستیم. سلامت. سلامت. تازه ترین های خبر ساعت 8 تقدیمتان میشه.